عبارتی شما شفیع اونم شدین، شفاعت اونم دارید میکنید، میتونید بکنید یا نه؟ شما میتونید برای بغل دستیتون دعا بکنید یا نمیتونید؟ وقتی دعا میکنید میگه خدا خیرت بده، حالا همین چیزی که اصطلاح داره میگین خدا خیرت بده، شما دارید چیکار میکنید؟ شفاعت میکنید. شفاعت قانون برای خودش داره و در سطح و سطوح مختلف. شفاعت به معنای واسطه نیست. اگر ما بین خودمون و خدا واسطه یه چی حائل قرار بدیم، میفتیم تو دام مندون لا. در خطبه 21 که امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ صفین به امام حسن علیه السلام میگه خداوند بین تو و خودش هیچ چیزی قرار نداده. شفاعت یعنی اینا، ما اینجا دست همو گرفتیم، از قانون وحدت داریم استفاده میکنیم و به واسطه وحدته که به ما جواب میدن. درست شد یا نه؟ این مسئله است و این خیلی حساس و ظریفه که ما بدونیم در واقع همدیگر رو داریم شفاعت میکنیم. اما اگر که غیر از این باشه، میگه ام اتخذوا من دون الله شفعا، میری در غیر خدا شفی میگیرین، پوست از کلتون دیگه. از این سریعتر، از این واضحتر و استاد ببینید، ببینید مثلا فرض کنید شیعه، شیعه یعنی چی؟ مشایعت کننده. گفتیم اینا مشایعته، دست در دست و ما داریم همراه میایم، همراه میایم، الگوی نمونه چیزی داریم، داریم با هم مشایعتش میکنیم بریم. کی گفته شده که تو او رو بپرست، او رو چیز کن، بعد اونم با که اصلا هم چیزیه. این نقض قانون فستقیم و الیه هست. نقض اینه که گفته مستقیم به من نگاه کن. این دیگه بحثی نداره، قانون اساسیه. میدونید قانون اساسی دیگه نمیشه توشی اومد دست برد، ازش تبصره و فلان چیزا در میاد، ولی دیگه خودش خودشه. این گفته مستقیم به من نگاه کن، دیگه شما نمیتونید تبصره بیارید که اینو نقضش کنید، دیگه شما نمیتونید تبصره بیارید که ایاک نستعین رو نقضش کنه. میتونید بیارید؟ نمیتونید بیارید. این دیگه قانونه. بنابراین در این مورد باید دقت نظر داشته باشین. ما درخواستمون، خب ما با او سر و کار داریم و بعد از اینه که اعلام میکنیم اونم به اون مأموریت میده و بعد جاری میشه. اثبات تئوری، اثبات عملی، این دوتا وقتی همدیگر رو چیز کردن، تئوری و عمل وقتی همدیگر رو ساپورت میکنن، یعنی دیگه آفتاب آمد، دلیل آفتاب گر دلیلت بایدت از وی رخ متاب. این حبل الله، این حالا به عبارت مفاهیم اونجا، این حبل الله،